به ایمنی مبدل گرداند، تا مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند، و هر کس پس از آن به کفر گراید، آنانند که نافرمانند. و نماز را برپا کنید و زکات را بدهید و پیامبر خدا را فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید. و مپندار کسانی که کفر ورزیدند ما را در زمین درمانده می کنند، جایگاهشان در آتش است و چه بد بازگشتگاهی است. ای کسانی که ایمان آورده اید، باید غلام و کنیزهای شما و کسانی از شما که به سن بلوغ نرسیدند، سه بار در شبان روز از شما کسب اجازه کنند، پیش از نماز بامداد و نیم روز که جامه های خود را بیرون می آورید و پس از نماز شامگاهان. این سه هنگام برهنگی شماست، نه بر شما و نه بر آنان گناهی نیست که غیر از این سه هنگام گرد یکدیگر بچرخید و با هم معاشرت نمایید. خداوند آیات خود را این گونه برای شما بیان می کند و خدا دانای سنجیده کار است. و چون کودکان شما به سن بلوغ رسیدند، باید از شما کسب اجازه کنند، همان گونه که آنان که پیش از ایشان بودند کسب اجازه کردند. خدا آیات خود را این گونه برای شما بیان می‌دارد و خدا دانای سنجیده کار است. و بر زنان از کار افتاده‌ای که دیگر امید زناشویی ندارند گناهی نیست که پوشش خود را کنار نهند، به شرطی که زینتی را آشکار نکنند و عفت ورزیدن برای آنها بهتر است و خدا شنوای داناست. بر نابینا و لنگ و بیمار و بر شما ایرادی نیست که از خانه‌های خودتان بخورید یا از خانه‌های پدرانتان یا خانه‌های مادرانتان یا خانه‌های برادرانتان یا خانه‌های خواهرانتان یا خانه‌های عموهایتان یا خانه‌های عمه‌هایتان یا خانه‌های دایی‌هایتان یا خانه‌های خاله‌هایتان یا آن خانه‌هایی که کلیدهایش را در اختیار دارید یا خانه دوستتان. همچنین بر شما باکی نیست که با هم بخورید یا پراکنده. پس چون به خانه‌هایی که گفته شد در آمدید، به یکدیگر سلام کنید، درودی که نزد خدا مبارک و خوش است. خداوند آیات خود را این گونه برای شما بیان می کند، امید که بیندیشید. جز این نیست که مؤمنان کسانی اند که به خدا و پیامبرش گرویدند و هنگامی که با او بر سر کاری اجتماع کردند تا از وی کسب اجازه نکنند نمی روند. در حقیقت کسانی که از تو کسب اجازه می کنند آنانند که به خدا و پیامبرش ایمان دارند. پس چون برای برخی از کارهایشان از تو اجازه خواستند، به هر کس از آنان که خواستی اجازه ده و برایشان آمرزش بخواه که خدا آمرزنده مهربان است. خطاب کردن پیامبر را در میان خود مانند خطاب کردن بعضی از خودتان به بعضی دیگر قرار مدهید. خدا می داند چه کسانی از شما دزدانه از نزد او می گریزند. پس کسانی که از فرمان او تمرد می کنند بترسند که مبادا بلایی به دیشان رسد یا به عذابی دردناک گرفتار شوند. هشدار که آنچه در آسمان ها و زمین است، از آن خداست. به یقین آنچه را که برانید و روزی را که به سوی او بازگردانیده می شوند و آنان را از حقیقت آنچه انجام داده اند خبر می دهد می داند. و خدا به هر چیزی داناست.